سلام و درود به یک ویدیوی دیگر از چینل حاشیه باکس خوش آمدید. خبر تازه از کابل. جنرال مبین فرمانده پلیس کابل بازداشت شد. در همین حال درگیری شدید میان نیروهای خودی جبهه مقاومت پنشیر و اندراب رخ داده است. مارشال دوستم نیز برای یک پلان نظامی تازه وارد ازبکستان شد. برای دانستن جزئیات این اخبار و چند خبر مهم دیگر تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. اما قبل از همه لطفاً ویدیو را لایک و چینل ما را سابسکرایب کنید. امروز دوشنبه 22 ماه قوس سال 1400 هجری شمسی است که برابر می شود با 13 دسامبر سال 2021 میلادی. خبر فوری و تازه از کابل. جنرال مبین سخنگوی پلیس کابل بازداشت شد. منابع به آماج می گویند که مبین مشهور به جنرال مبین، چهره رسانه‌ای حامی طالبان که از چندی بدین سو سخنگوی فرماندهی پلیس کابل زیر اداره طالبان مقرر شده بود، بازداشت شده است. طالبان در مورد علت بازداشت او چیزی نگفتند. خبر دیگر این که گزارش ها از بروز اختلافات تازه میان نیروهای مقاومتگران ضد طالب پنشیری با مقاومتگران اندرابی حکایت دارند. گفته شده که این اختلافات بر سر تقسیم امکانات مالی و پول می باشد. رزاق مأمون نسبت به این اختلافات هشدار داده و گفته است بروز اختلافات میان جبهه پنشیر و اندراب یک فاجعه تاریخی است. مسئولان این انشاب بر سر پول محکوم تاریخ می شوند. وی علاوه کرده است که هنوز دیر نشده از تکرار خطاهای گذشته پرهیز کنید که در کام اژدها فرو رفته و نابود می شود. مسئولان ارشد و سخنگویان این جبهه تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. اما منابع از داخل پنشیر نیز گفتند که حلقه ها و اشخاص از داخل تاجک ها به شدت فعال شده و تلاش میکنند که به هر نوع ممکن جبهه مقاومت ملی را بپاشانند و آن را ناکام و نابود سازند. این منابع افزودند که جاسوس ها و خیانت های درونی نقش کلیدی و برجسته‌ای را در سقوط پنشیر بازی کرده و باعث شد که طالبان وارد پنشیر شوند و این ولایت تسخیرناپذیر در کنترل آنان قرار گیرد. خبر دیگر این که برخی از گزارش ها حاکی است که مارشال عبدالرشید دوستم وارد ازبکستان شده و با مقامات ازبک در حال گفتگو در مورد افغانستان می باشد. این خبرها پس از آن منتشر می شود که قبلا گزارش ها در رسانه ها از بروز اختلافات تازه میان طالبان پشتون و طالبان ازبک تبار منتشر شده بود. گفته شده است که این اختلافات به دلیل عدم صلاحیت طالبان ازبک و سلطه‌گری بیش از حد طالبان پشتون می باشند. مقامات رسمی طالبان اما این موضوع را رد کرده و می گویند آنان بر اساس اصول و ارزش‌های اسلامی فعالیت می کنند و در اسلام تفاوت میان زن و مرد، سیاه و سفید و اقوام مختلف وجود ندارد. گزارش دیگر این که کریم امینی از خبرنگاران پیشین تلویزیون طلوع در برگه فیسبوکش خبر داده است که گویندگان و خبرنگاران مسلکی تلویزیون طلوع در هماهنگی با رسانه‌های مشهور اروپا در حال ساختن یک تلویزیون جدید تحت نام طلوع نوین میباشند. گفته می شود که در رأس این تیم لطف‌الله نجفی‌زاده قرار دارد. آقای نجفی‌زاده تیم از گویندگان برجسته طلوع را گردآوری کرده و این تیم به زودی فعالیت‌های جدید خود را از خارج از کشور آغاز خواهد کرد. خبرها در مورد ساختن تلویزیون طلوع نوین در خارج از کشور در حال منتشر می شود که به گفته منابع از داخل افغانستان طالبان روز به روز محدودیت ها را بر رسانه ها در کشور بیشتر می سازند. در تازه ترین مورد به نقل از روزنامه 8 صبح، کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان روز یک شنبه 21 قوس گفتند که گروه طالبان در ولایت های بلخ، تخار و جوزجان نشر صدای زنان و موسیقی از رسانه ها را ممنوع کرده است. در این گزارش آمده است که مسئولان محلی طالبان در تخار نشر فیلم و سریال هایی که چهره زنان در آن معلوم می شود را ممنوع کردند.
مقامات محلی طالبان تصریح کردند که پس از این نباید صدای زنان از رادیو شنیده شود. همچنان مسئولان محلی امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بلخ محدودیت های 8 ماده‌ای را بالای رسانه ها وضع کردند. در این محدودیت ها آمد است که موسیقی نباید در رسانه های صوتی و تصویری نشر شود. این در حال است که طالبان در جوزجان نیز نشر موسیقی در رادیوها را منع کردند. گفتنی است که مسئولان طالبان در کابل نیز پیشتر محدودیت های 8 ماده‌ای را بالای رسانه ها وضع کرده بودند و این اقدام واکنش های نهادهای حامی رسانه ها را در پی داشت. طالبان بر رسانه ها گفتند به جای استفاده از موسیقی در پخش اعلانات از سیگنال های اسلامی استفاده کنید. گزارش دیگر اینکه مسئولان امنیتی در پروان میگویند که در پی 2 رویداد در شاهراه کابل پروان 5 نیروی طالبان کشته و 21 تنشان زخمی شدند. اول گل حق پرست آمر قماندانی امنیه پروان با تایید این خبر بر روزنامه 8 صبح گفته است که این 2 رویداد پیش از 4 روز 1 شنبه 21 قوس در مربوطات 2 سرکه بگرام ولایت پروان رخ داده است. و گفته یا او این رویداد زمان رخ داد که یک کاروان نظامی طالبان از کابل به سوی میدان هوایی بگرام در حرکت بود. او افزود که در رویداد نخست یک رنجر طالبان واژگون شد که در پی آن 5 نیروی طالبان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. اولگل افزوده است که در رویداد دومی نیز یک موتر نیروهای طالبان از جاده منحرف شد که 17 نیرویشان زخم برداشتند. آمر امنیت قماندانی امنیه پروان در مورد وضعیت زخمیان این 2 رویداد چیزی نگفته است. گفتنی است که تیز رفتاری نیروهای طالبان در شمار از ولایت ها باعث بروز حوادث خونین شده است. قبلا نیز گزارش های از ولایت قندوز منتشر شده بود که بر اثر تیزرانی نیروهای طالبان یک دانش آموز صنف 11 مکتب و یک مرد محاسن سفید زیر رنجر شده و کشته شده است. از ولایت پکتیا نیز خبر می رسد که تصادف یک رنجر طالبان با موتر غیر نظامیان در این ولایت 1 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته است. طالبان اما گفتند که به این موضوعات رسیدگی می کنند و افراد بی بندوبار را از طریق کمیسیون تصفیه صفوف اخراج خواهند کرد. دوستان عزیز، این بود یک مجموعه خبری که تقدیم حضورتان گردید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. جهت آگاهی از تازه ترین خبرها و موثق ترین گزارش ها در مورد افغانستان، جبهه مقاومت ملی و طالبان، لطفاً ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.